نام خداوند دادگر دادرس، بینندگان عزیز سلام و وقت بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های زیر ذره‌بین در خدمت شما هستیم. این بار قصد داریم تا مسئله اضافه شدن حق الزحمه در شفاخانه‌های دولتی کشور که ابتدا در 10 شهر که هرات نیز شامل می‌شود را زیر ذره‌بین قرار دهیم تا بدانیم که این اتفاق در مجموع به سود مردم هرات است و یا خیر به ضرر تمام می‌شود. اما چند سوال در اینجا مطرح خواهد شد. آیا این کار باعث ارتقای کیفیت خدمات صحی خواهد شد؟ چقدر احتمال می رود که پول جمع‌آوری شده حیف و میل نشود؟ و اینکه مردم چقدر از این اقدام حکومت رضایت دارند؟ برای روشن شدن موضوع و اینکه بدانیم این مسئله شامل چه مواردی می شود، بهتر است ابتدا این مسئله را از زبان یکی از مسئولین شفاخانه هرات بشنویم تا موضوع را بهتر درک کنیم. به همین منظور به سراغ دکتر بارکزی، مشاور اسبق شفاخانه هرات و از متخصصان جلدی این شفاخانه می رویم. بسیار خوب. جناب دکتر بارکزی، لطف کنین یک اطلاعات کلی در مورد طرح جدیدی که در قرار است در شفاخانه هرات اجرایی بشه به ما بدین. بحث اخذ فیس و گرفتن پول در برابر خدمات هست که از مدت ها میشه مطرح هست و 4-5 سال میشه دولت روزی برنامه ریزی میکنه که بالاخره اگر یک روز کمک خارجی ها قطع میشه، حال ممکنه سکتورهای دیگه هم متاثر بشن، ولی صحت جایی که بیشترین آسیب رو میبینه و دولت هنوز عواید ملی به اندازه ای نیست که خدمات رو تمام مشکلات مرفوع بکنه. شاید یک مقدار زیاد، هنوز کشور جنگی هست، هزینه بشه به نظام و به مسائل نظامی. و بعد آمدن به سر از این طرح فکر کردن که خب بر شفاخانه ها باید چی راهکاری باشه و سیستم صحت که خاصتا شفاخانه ها که خیلی پرمصرف هست و پرمصرف ترین جای برای نظام صحی در هر کشور هست، سر از این برنامه ریزی شده و از 4-5 سال هست تقریبا که سر از این کار جریان داره. یک مشکلات یا موانع قانونی برای اخذ پول وجود داشت که در متابعت یا در پیروی از ماده 52 قانون اساسی که خدمات صحی اساسی رایگان اعلان شده برای مردم، به قانون صحت عامه هم یک تعدیلات به کار بود، به ماده 2 قانون صحت عامه تعدیلات لازم بود که بالاخره سر از این کار شد و به پارلمان کشور رفت و خب اونجا هم بعد از رای گیری و چانه زنی ها بالاخره توافق شد به اینکه تعدیل به قانون صحت عامه در ماده 2 قانون صحت عامه آورده بشه و برای دولت اجازه داده بشه که در برابر خدمات ثانوی و تخصصی و ثالثی، نه در برابر همه خدمات، از مردم یک مبلغ پولی دریافت بکنه. بعد از اینکه تای مراحل قانونی صورت گرفت، وزارت صحت عامه مسئولیت گرفت که یک مقرره برای اخذ فیس بسازه که مقرره توسط وزارت صحت عامه ساخته شد و طرح شد و تدوین شد و به شورای وزیران رفت و بعد از تای مراحل قانونی توسط رئیس جمهور توشی شد و به جریده رسمی نشر شد. یعنی همزمان وقتی که حال ما و شما صحبت میکنیم، از اواخر سال 1396 به این طرف ما 2 سند قانونی برای دریافت پول در برابر خدمات داریم که یک تعدیل ماده 2 قانون صحت عامه است و یک مقرره اخذ فیس هست که هر دو به امضای رئیس جمهور توشی و در جریده رسمی نشر شده. و در آخرین جلسه ای که ما با وزارت صحت عامه با بزرگای دیگه که از شفاخانه آمده بودن و اراکین و مقامات وزارت صحت عامه نشسته بود، فیصله به این شد که حداقل در 10 شفاخانه از 20 قوس سال جاری سال 1397 این مرحله عملا تطبیق بشه که شفاخانه هرات هم جزء از این 10 شفاخانه بود که شفاخانه در قندهار و قندوز و تخار و سمنگان و قور و زابل و هرات و بالاخره شفاخانه های همه یه 10 شفاخانه به صورت همزمان شروع میشه کار نایی؟ یقینا تعهدی که به اونجا شد که این کار همزمان در هر 10 شفاخانه شروع بشه. حالا دقیقا ما به جزئیات دیگه شفاخانه ها قرار ندارم، ولی با اساس پلان ها و برنامه ریزی هایی که شد احتمال زیاد میره که در 10 شفاخانه همزمان شروع بشه. بسیار خوب. خب در چی بخش هایی قرار است از مردم فیس گرفته بشه؟ شما گفتین که در خدمات اولیه، اگر اشتباه نکنم گفتیم که رایگانه، و خدمات ثانوی و ثالثی فیس گرفته میشه.
میشه که شرح بدین خدمات اولیه شامل چه چیزایی میشه و خدمات ثانویه؟ اول خدمات وقتی که ارائه میشه نظر به جایی که ارائه میشه فرق میکنه، نه نظر به نوع خدمات. یعنی خدماتی که در قرا و قصبات و در اطراف جایی که دسترسی مردم به خدمات صحیح کم هست، در اونجا در اون جاها این خدمات به صورت رایگان هست و در جایی که مراکز شهرها هست و شفاخانه ها شفاخانه های ولایتی یا حوزوی هست، در اوش در ایش قدمه ها این خدمات خدمات تعریف شده ثانوی و ثالثی هست. یعنی اگر یک عمل اپندیکس، مثلا اپندیکس یک کسی عملیات میشه در ولسوالی گذره یا در ولسوالی پشتون زرقان، این جزء خدمات اساسی صحیح حساب میشه. ولی اگر این عمل در شفاخانه حوزوی انجام میشه، جزء خدمات تخصصی و ثانوی حساب میشه. فقط فرق از نظر لیول ارائه کننده خدمات هست و خدماتی که در اونجا رایگان انجام میشه در قدمه های اساسی و صحیح کاملا رایگان هست. ولی این خدمات اگر در شفاخانه های تخصصی انجام میشه، باز جزء خدمات تخصصی حساب میشه و در برابر پول. بسیار خوب. جناب بارگزه، این خدمات استثناءاتی هم داره برای مردم یا نه؟ و برای تمام مردم به صورت یکسان عملی میشه؟ اولا که پولی که پرداخت میشه واقعا در مقایسه با قیمت بازار پول بسیار کمی هست. هرچند شرایط اقتصادی مردم خراب هست و شاید یک افغانی هم پول زیادی باشه برای بعضی از مردم، ولی خوشبختانه چیزی که در نظر گرفته شده این پول بسیار اندک و ناچیزی هست. و با پلو از او هم باز برای پرداخت استثناءات و معافیت وجود داره که افرادی که واقعا ناتوان هستن، افرادی که واقعا پرداخت همو هزینه کمرم ندارن، برای از اونا مسئله استثناء و عدم پرداخت وجود داره. مکانیزم وجود داره، راهنمایی طرح شده، انکشاف داده شده که چه رقم یک فرد در تشخیص بدیم که این فرد واقعا نیازمند هست که از خدمات معاف بشه. و کمیته هم موظف هست که از همکارای بخش اداری و بخش مدیریتی یکی از اعضای تیم رهبری به صورت منظم تثبیت هویت میکنه. حال مکانیزم از این ممکنه فرق بکنه، در هرات یک رقم باشه، در یک ولایت دیگه یک رقم، که چه رقم افراد واقعا چیز رو شناسایی بکنیم. و یکی هم خدماتی که به صورت عاجل هست، یک حادثه ترافیکی میشه، مریض به شفاخانه آورده میشه، تعداد زیادی از حادثات که خداوند دور داشته باشه، مسئله خدمات آلات عاجل و انتحاری و اگر هر حادثه کتلوی که زلزله باشه، سیل باشه، هر چی که باشه، انشالله که این اتفاقات نفته، ولی در قانون پیش بینی شده که اینا کاملا رایگان هست و به اضافه از اون ولادت ها رایگان باقی میمونه و مسئله سزارین هم حتی که اگه عملیات کلون هست هنوز هم جزء لایه خدمات فیس نیست و وجود رایگان. بسیار خوب. خانواده های معلولین و شهدا چی؟ استثناءات در رهنمود ذکر شده و افراد اول ممکن هست افرادی باشن که جزء فامیل های شهدا باشن که واقعا اکثریت اینا شاید واقعا نیاز مبرم داشته باشن و خیلی نیازمند باشن، ولی شاید در فامیل های شهدا هم افراد متمولی هم باشن که درست است که شهید، ولی شاید خیلی از فامیل ها شهید داده باشن و یقینا کشور جنگ زده ای که ما و شما داریم. رهنمود مشخص کرده که اگر یک فرد ولو که فامیلش جزء فامیل شهید هست یا نیست یا جزء معلولین هست یا نیست، با این معیاراتی که داره میتونه شامل عدم پرداخت بشه یا معاف بشه. ولو که یعنی کاتگوری خاصی نماده تعریف کنه، گفته هر فرد از هر قوم، هر طایفه، هر نژاد در هر فامیلی که زندگی میکنه، اگر این شرایط ردش از خدمات معاف میشه، که ما فعلا نمیخوایم که شرایط اعلان بکنیم چون شاید یک مشکلی بعدا ایجاد بکنه، ولی شرایط پیش بینی شده در قانون و دوستام و کسای موظف میشن برای معافیت، اینو افراد تعیین میکنن بر اساس همون راهنمودی که میکنن. بسیار خوب. بیایم در مورد آینده ای طرح یکم صحبت کنیم جناب دکتر. ای طرح پیاده شد در شفاخانه هرات، عملی شد. حالا فکر میکنین که آیا تأثیری هم در بهتر شدن روند خدمات رسانی در شفاخانه هرات تأثیر خواهد گذاشت یا نه؟ و ای که برخورد دکترها با بیماران بهتر خواهد شد با آمدن ای طرح یا نه؟ فکر میکنین که یک موضوع دیگه که آیا با آمدن ای طرح فکر میکنین که مردم امکانی هست که برن به سمت شفاخانه‌های خصوصی و دلزده بشن از شفاخانه دولتی هرات یا نه؟ اولا که من حیث یک شهروند هرات و من حیث فرزند از این سرزمین، من هم خود قربی یک رقمی که مردم به اصطلاح میبینم واقعا نگران هستن با اینکه خب تنها جایی که میتونستن
به اصطلاح مراجعه بکنن و حداقل خدمات سیر رایگان دریافت بکنن شفاخانه دولتی بود و امروز اگر این دروازه هم برو مردم بسته میشه دیگه واقعا مردم چه کار بکنن و در شرایطی که بحران اقتصادی ما و شما همه رو متاثر کرده ما واقعا من حیث فرزندی از این سرزمین خودخورداری نگرانی مردم شریک میدونم اما بحث دیگه ای که ما اگر خدمات در شفاخانه ارائه می کنیم یا خدمات در شفاخانه ارائه میشه این خدمات از نظر معیاری و کیفی ارزش داره یا نه یا اینکه ما واقعا یک عمل جراحی حال انجام شد و ما رفتم به خونه و با مشکلات مواجه شدم ما از این دیدی و باز اگر فکر بکنین ولو که 10 افغانی یا 20 افغانی که ما پرداخت میکنم ممکنه این دیگه به ما برگشت نکنه به فامیل ما شاید این خدمت دیگه به اصطلاح در عرضه خدمات برای فامیل ما شاید موثر نباشه ولی خیلی از هموطنایی که در اینجا مراجعه میکنن حتما از مستفید میشن. من یک مثال برای شما بگم که در چندین سال گذشته تقریبا میشه که گفت که در یک دهه که ما گذشتاندیم وزارت محترم مالیه بنابر محدودیت های بودجه‌ای که داشته در کدی که ما بتونیم تجهیزات برای شفاخانه بخریم یا وسایل جراحی بخریم برای ما پول انتقال نشده و شما فکر بکنیم یک شفاخانه ای که در حد اوسط در یک 24 ساعت 100 عمل جراحی انجام میشه و اینج ما برای پنسوقیچی یا برای وسیله یک تشخیصی یک گراف قلب یا سونوگرافی برای از این ما پول نداشته باشیم این شفاخانه چی رقم باید کار بکنه مطمئنا که بله این حال مشخص شده به اساس تعهداتی که شده توافقاتی که بین وزارت محترم صحت‌عامه و وزارت محترم مالیه صحبت‌هایی که شده و تفاهماتی که شده که پولی که جمع‌آوری میشه مجدداً برای خود شفاخانه اختصاص داده میشه و دقیقاً در جای داده میشه که وزارت مالیه پول نداره یعنی در تجهیزات وزارت مالیه در کد 250 که یک کد مشخص هست برای هیچ اداره پول نمیده و این بر اساس پالیسی که وزارت محترم مالیه داره ولی پول ما میتونیم با پس به این کد مصرف کنیم با آمدن پول به هر اداره امکان فساد در روی اداره بیشتر میشه هر چقدر که پول کمتری در روی اداره در اداره باشه خب مسلما فساد کمتری هم صورت میگیره چقدر میتونین که تضمین بدین به این کار که در... البته خب اکثر مردم هم میفهمند ریاست صحت‌عامه تلاش زیادی کرده برای محو فساد از اداره صحت‌عامه حالا چقدر میتونین دلجمی بدین به مردم که با آمدن این پول که باید رقم زیادی هم باشه فساد در اداره در اداره صحت‌عامه در شفاخانه هرات گسترش پیدا نکنه ما در نظام کشوری که جایگاه دوم و سوم از نظر فساد داشته باشه واقعا اگر ادعا بکنیم که برای ریشه‌کن کردن فساد ما کمر بستیم یک ادعای شاید خیلی بالایی باشه اما در کاهش فساد در اینکه شفافیت تامین شفافیت مسئولیت داره حال ما که قبلا در اداره شفاخانه منیس عضو از تیم اداری بودیم و کسایی که بعدا میآیند خوشبختانه یکی از کارهایی که در این برنامه در نظر گرفته شده اشتراک مردم در این پروسه هست یعنی تمام پولی که جمع آوری میشه تحت نظارت مردم توسط یک شورا یا یک برد که از نماینده های مردم از اقشار و نهادهای مختلف هستن معرفی شدن اینا یکی از وظایف از اینا نظارت بر جمع آوری پول و یا اعانه است که بر شفاخانه میایه و در عین حال نظارت مستقیم بر مصرف ازی دارن یعنی خود مردم کاملا در این پروسه شریک هستن ممکن هست هر در هر اداره چالش هست مشکل هست فساد هست وقتی کشور افغانستان کشوری که به اصطلاح زبان زد میشه در دنیا به نام کشوری که متاسفانه نام نیکی نیست حال ما هم همه به جامعه هستن یا عضو همین دولت هستن خب همه ادارات چالش ها خورد دارن اما شفاخانه واقعا یک محیط کاملا متفاوتی هست اینجی یک افغانی اگر به اصطلاح به راه درست مصرف نشه یک فرد ممکنه حیات خود از دست بده ولی در یک اداره دیگه ممکنه این اتفاق نفته اینجی بحث صحت هست و بحث بزرگترین امانت و موهبت الهی هست که به این اداره یا به این سکتور سپرده شده و اینجی هر کاری که به اصطلاح درست انجام بشه نتیجه و صحت و صحتمندی یک فرد از این جامعه هست و اگر خلاف انجام بشه که مطمئناً باز اثرگذار هست برای صحت یک فرد که میتونه جامعه رو در مجموع متضرر بسازه طبق ماده 52 قانون اساسی افغانستان دولت میبایست تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع کشور تامین نماید. این ماده قانون اساسی شماری از فعالین مدنی و حقوقدانان را به تکاپو واداشته تا از حقوق مردم دفاع کنند. با ما باشید تا بشینیم به پای صحبت‌های این افراد.
آقای امید سلام، وقت بخیر. در مورد پروسه‌ای که در شهر هرات به همین چند وقت راه افتاده، برای از اینکه مردم زمانی که وقتی به شفاخانه میرن باید یک تکسی به عنوان خدمتی که شفاخانه میره از اونا ارائه میکنه بپردازن، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا فکر میکنین که به نفع مردم هرات میتونه باشه این پروسه یا نه؟ خب من هم ابتدا عرض سلام دارم حضور شما و بیننده های خوب شما. در مورد این پروسه بگم که یک اشکال قانونی وجود داره در این پروسه و او ماده 52 قانون اساسی هست که تاکید بر این داره که حکومت و باید که خدمات صحی به طور رایگان برای مردم، برای تمام اتباع افغانستان فراهم بکنه. اما در مورد این که آیا این پروسه یک پروسه مفید هست و میتونه بر بهبود کیفیت خدمات صحی تاثیر بگذاره، طبیعتا شما اگر یک چیزی رایگان و مفت برای شما بدن، طبیعتا کیفیت از میای پایین میایه و وقتی که یک مقدار پول یا فیسی اخذ میشه در قبال از او، حکومت در قبال او اخذ او فیس باز مکلفیت پیدا میکنه که او خدمات را با کیفیت تر برای مردم ارائه بکنه. اما نگرانی ما از این هست که خب حالا حکومت آمده یک ماده قانون اساسی صراحتا نقض کرده و یک سیستم رایگان را داره پولی میسازه و این پول به چی سیستم و میکانیزم جمع میشه و این پول در کجا قرار است مصرف بشه؟ این نگرانی ماست. اگر قرار باشه که پولی که از ولایت هرات جمع میشه باز ای بره به خزانه وزارت صحت عامه یا به حساب وزارت صحت عامه و وزارت صحت عامه به دلخواه خود خور خواسته باشه در هر جای مصرف کنه، طبیعتا به نفع مردم نیست. اگر پول هر ولایت در همون ولایت مصرف بشه و بر به صلاح به همون کیفیت خدمات در اون ولایت بهبود پیدا بکنه، طبیعتاً به نفع مردم خواهد بود. مثلا اگر در هرات پولی که جمع میشه از ارائه خدمات صحی پس به روی شفاخانه حوزه‌ای مصرف بشه، به روی کلینیک ها مصرف بشه، طبیعتاً مردم میتونن عرضه بهتر خدمات رو داشته باشن و میتونن که این خدمات گسترش پیدا بکنه یا توسعه پیدا بکنه و عرضه خدمات. اما اگر این که قرار باشه که این بره به خزانه حکومت و حکومت بر اساس همو سلایق سیاسی قومی و یا جنایی باز تصمیم میگیره که این پول رو در کجا مصرف کنه، مثل حالا مالیاتی که بر کردیت موبایل وضع کردن که متاسفانه هنوز سرنوشت از این معلوم نیست که میلیاردها افغانی که تا به حال یک جمع‌آوری شده ای در کجا مصرف میشه و تا به حال یک چقدر چه اندازه از اون مصرف شده، اینا نگران کننده هست برای ما. بسیار خوب آقای امید، جدا از بحث قانونی که یکی از ماده های همونطور که گفتیم ماده 52 قانون اساسی رد کرده، بیایم بپردازیم سر کیفیت خود شفاخانه هرات. فکر میکنین که با این کار کیفیت درونی شفاخانه و برخورد دکترها با بیماران، فکر میکنین که آیا تأثیری هم روی این مسئله داره، میتونه بهتر بکنه این روند یا نه؟ ببینید تأثیر به آنی نمیتونه بگذاره، به دلیل از اینکه خب شما پول رو جمع میکنیم ولی این پول رو تا پس دوباره مصرف نکنیم که خدمات رو بالا ببریم، بهبود ببخشیم، شفاخانه رو گسترش ندیم، طبیعتا نمیتونه تأثیری بگذاره. اگر قرار باشه فقط پول اخذ بشه و هیچ نوع خدمات ارتقا نکنه، خب طبیعتا هیچ گونه تأثیری نمیگذاره. ما میگیم بحث ما سر همین هست که مکانیزمی که این پول رو جمع آوری میکنه و این پول قرار است مصرف بشه هنوز گنگ است و متاسفانه وزارت صحت عامه هیچ نوع مکانیزمی ارائه نکرده. خوب بود وزارت صحت عامه قبل از اینکه این پروسه رو اجرایی بکنه میامد این مکانیزم رو طرح میکرد، مکانیزم رو برای مردم از طریق رسانه ها شریک میساخت، با فعالین مدنی شریک میساخت تا مردم به یک اطمینان میرسیدن که همین پولی که اونا دارن در قبال این خدمات پرداخت میکنن بعداً به خاطر توسعه و بهبود این خدمات دوباره به مصرف میرسه. متاسفانه مردم نمیفهم قانون اساسی این حق رو برای مردم افغانستان داده که از خدمات صحی رایگان بهره مند باشن و حالا وزارت صحت عامه طرح میاره که این خدمات پولی داره میسازه و مردم نگران ازی هستن که این پول از اینا به کجا مصرف خواهد شد. یکی حق عمو سلب حق
دسترسی به خدمات صحیح رایگان را از اونا حکومت گرفته و یکی داره از اونا پول میگیره و این پول معلوم نیست که قرار است به چی رقم مصرف بشه و به چی رقم جمع‌آوری بشه. شما تا هزینه نکنین، تا سرمایه گذاری نکنین روی صحت افغانستان، کیفیت خدمات صحیح بهبود پیدا نمیکنه. ما میبینیم که متاسفانه رفتار بعضی از دکتر صاحبا و پرسنل طبی با مردم زیاد خوب نیست، دور از همو نزاکت و شان و شوکت و کرامت انسانی هست و متاسفانه میبینیم که خدماتی که ارائه میشه خدمات بیکیفیت هست. متاسفانه رسیدگی به مریضین در داخل بخشا در بسترها متاسفانه اسفبار هست. غذایی که برای مریض ها در نظر گرفته میشه غذای بیکیفیت هست. اتاق هایی که برای مریض ها مد نظر گرفته شده و اتاق ها کثیف هست، متاسفانه خدمات صحیح یا نظافت در درون شفاخانه مراعات نمیشه. اینا مسائلی هست که نگران کننده هست. آیا این پولی که مردم پرداخت میکنه میتونه این مشکلات را رفع بکنه؟ بحث ما سر از این است که این پول باید این مشکلات را رفع بکنه و باید وزارت صحت عامه یک مکانیزمی بسازه که پولی که در هرات جمع میشه پس دوباره در شفاخانه ها و کلینیک های خود هرات بمونه. بسیار. بسیار. یک سوال دیگه از یک زاویه دیگه بپرسم از شما آقای امید. تا به حال شفاخانه هرات و در مجموع اداره صحت عامه از جمله اداره هایی بودن که کمتر نسبت به سایر ولایات سایر اداره ها فساد کمتری دیده میشد در او. فکر میکنم با آمدن این مقدار پول و هزینه هایی که مسلما باید رقمی هم بالا باشه، فساد در این اداره ها امکانی هست که بیشتر بشه یا نه؟ طبیعتاً در هر جایی که عایدات بود و درآمد بود ما در درون حکومت فساد هم رخ میده، اما خوشبختانه بگم که مسئولین صحت عامه ولایت هرات، ریاست صحت عامه، مخصوصاً کسانی که در رأس اداره قرار دارن، به واقعیت بگم از دو سال به این طرف دارن مبارزه جدی با فساد در درون اداره انجام میدن و ما بارها با نشست هایی که با اونا داشتیم اونا ما با از ما استقبال کردن و طرح خواستن برای بهبود وضعیت و اونا مبارزه میکنن. اما زمانی که میایم در شفاخانه، باز شفاخانه بحثی و جدا است، کلینیک بحثی و جدا هست. ریاست صحت عامه یک ریاستی هست که متاسفانه خیلی پرسنل و تشکیلاتی نداره که بتونه نظارت کامل داشته باشه از تمام کلینیک ها، از تمام مراکز درمانی که در ولایت هرات هست. و گفتم وقتی که یک مکانیزم مشخصی وجود نداشته باشه احتمال این که دستبرد زده بشه به این پول و فساد صورت بگیره هم هست. ولی خب حالا شاید خیلی ساده بیان بگن که ما اونجی کتابچه ثبت مراجعین رو داریم، این مراجعین هر کس که بیه ثبت میشه و بعد آخر روز حساب میکنن که چند نفر مراجعه کرده و از کدوم خدمات مستفید شده و مبلغی که او پرداخت کرده چقدر هست. اما این کفایت نمیکنه. سیستم باید یک سیستم مدون باشه، سیستمی باشه که الکترونیک باشه، سیستم دستی نباشه، سیستم باید منظم باشه، بانکی باشه، این پول باید به یک حساب بانکی جمع آوری بشه و این مسائل تا بتونه جلو فساد رو بگیره. خب در پایان اگر بحثی هست، سوالی که من مطرح نکرده باشم، موضوعی اگر گفتنی دارین میشنویم از شما. ببینید بحثی هست که در تمام کشورهای دنیا خدمات صحیح پولی هست و در هیچ جای دنیا برای شما خدمات رایگان ارائه نمی کنن. در کشورهای همسایه اگر شما بگردیم، در کشورهای اروپایی اگر بگردیم و چه در امریکا، تمام این خدمات به صورت پولی است. اما یک بحثی که وجود داره، در درو کشورها بیمه اجتماعی هم وجود داره که متاسفانه در افغانستان بیمه اجتماعی، بیمه خدمات صحی وجود نداره و خوب است که حکومت در کنار این که این سیستم رو داره پولی میسازه به فکر ازی باشه که سازمانهای بیمه اجتماعی یا تامین اجتماعی و بیمه های صحی هم به وجود بیاره تا مردم هزینه کمتر پرداخت بکنن به خاطر تداوی و درمان. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای امید.
بحث اینه که اولا که قوه مقننه کشور پارلمان هست، ماده 52 قانون اساسی خدمات اساسی و خدمات وقایوی که پیشگیری بکنه از مریضیش مریض شدن برای مردم رایگان اعلان کرده، و بعد ماده دوم قانون صحت عامه هم که رفته تعدیل شده تعدیل پارلمان گرفته. یعنی اگر این دو ماده در تناقض قرار داشته باشه که نداره، اگر در تناقض قرار میدشت در قوه مقننه کشور سر از این بحث شد، حداقل شاید یک سال سر از این کار شده باشه که دیدن این دو تا با هم هماهنگ است و مغایرت نداره، بعدن اینا تعدیل کردن. یعنی تعدیل ماده دوی قانون صحت عامه توسط پارلمان شده و پارلمان هست که قانون اساسی به نیست قانون کل به پیش از اون گذشته شده و تمام قوانین فرعی اینا بر اساس قانون اساسی یا میسازن یا تعدیل میکنن. و وقتی این ماده بود من مطمئنن که مردم نگرانی از مسئله قانون من بودن ازیر نداشته باشن، چون مراحل قانونی در پارلمان طی کرده و پارلمان کشور به نیست قوه قانونگذار این نزاکت ها و این مصلحت ها رو در نظر گرفته و انشالله که از نظر قانونی مشکلی در این راستا وجود نداره. مردم هرات هم نگران این هستند که این روند نه تنها گامی مثبت برای بهتر شدن وضعیت در شفاخانه نمی باشد، بلکه باعث افزایش فساد اداری در این اداره شود. خب قراره که به زودی خدمات صحی که در شفاخانه هرات منظور میشه برای بیماران یک تکس ناچیزی از مردم گرفته بشه. شما موافق با این کار دولت یا نه؟ یعنی ما با این کار موافق نیم، چون مریضای می از راه دور شاید بودجه فلان نداشته باشم که راه داشته باشه. شخصای هسته که مثلا داره 500 از غور حرکت میکنه بیا اینجی همه کرارای میشه، نداره. ما موافق بزنیم. یعنی شما فقط علته که مخالف از این مسئله بحث اقتصادی اینه؟ بله کاملا مردم افغانستان دوچار یعنی فقر اقتصادی هم نظر ما کاملا خلاف اصول از اینایه. چرا؟ به خاطر که وضعیت مردم زیر صفر، وضعیت اقتصادی از اینا زیر صفر حتی رسیده. مردم توقع بیشتر از دولت دارم، توقع از این دارم که همچون شفاخانه های در این ولایت هرات که نمونهیه به سطح کشور باید بیشتر اعمار شد. مردم این انتظار دارم که یک دو تا سه تا دیگه شفاخانه های جدیدی تاسیس شد که مردم مشکلات اینو مرفوع شه. من علاوه که او کار نمی کنم اینا از مردم میان پول میگیرن، این خود ظلم، واقعا ظلم، جفای برای این حق این مردم بیچاره مستضعف واقعا جفای. ادعای دولت اینه که این پول در بدل همین خدمات صحی گرفته میشه، اما کیفیت شفاخانه بالا میره، کیفیت کار شفاخانه بالا میره، تجهیزات شفاخانه بیشتر میشه و یک خدمات رسانی به بیماران بهتر میشه. فکر میکنید میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ فکر نکنم که تاثیرگذار باشه، به خاطر که پول به جایی که باید مصرف شه، پولی که اگر از مریض میگیرم یا مریضان میگیرم باید مصرف شه به مصرف نمیرسه. من دقیقاً میگم که این پول به مصرف نمیرسه، شاید به جیبا دیگه کس بره و این پول هم مریض بیچاره هم که حتی 100 افغانی داخل کسی نیه که او میره مریض پر بینجگاه بستن میکنه، او اول که پول نداره، دوم از این که همین پول هم که بره ما میفهمیم که این پول به جایی که بعد مصرف بشه نمیشه. مثلا اگر مدیریت خوب بشه از اینکه پیسه جمع‌آوری میشه و مردم مصرف بشه، حیف و میل نشه و نفع مردم است. و اگر نه متاسفانه مثل دیگه چرا فکر میکنین به نفع مردم؟ چی دلیل؟ یک دمی که چون وقتی که مردم پول میپردازن خودشان هم علاقه من به این میشن که بیان به محیط شفاخانه و خودم مردم در حتی در نظافت و در پیشرفت صحت خودشان در شفاخانه با دکترها همکار میشن، سهم میگیرن تا ای که انشالله یک شفاخانه بهتر میشه که انشالله. اما تو فکر میکنم وجود دلنگرانی های مردم هرات، مسئله اخذ فیس از بیماران در شفاخانه دولتی هرات تا چند روز دیگر اجرایی خواهد شد.
باید دید که بعد از اجرایی شدن این روند آیا تأثیر مثبتی در شفاخانه هرات دیده خواهد شد یا خیر. با این امید که این طرح دولت بتواند تأثیر مثبت و بسزایی در روند خدمات رسانی صحی در شهر هرات داشته باشد، برنامه زیر ذره‌بین این هفته را به پایان می‌رسانیم. از اینکه تا این لحظه هم با ما همراهی کردید سپاسگزارم. تا درودی دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار. We'll be right back.